این جراح موفق سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. یک زن جراح در افریقا که بی سواد است توانست عملهای جراحی موفقیت آمیزی را انجام دهد. زن بی سواد پابرهنه ای که زمانی در منطقه کوهستانی در اتیوپی زندگی می کرد، با وجود آنکه نمی تواند بخواند و بنویسد، حالا تبدیل به امید آینده پزشکی افریقا شده است. مامیتو گاش 16 ساله بود که در سال 1963 اولین فرزندش را در کلبه‌ای گلی واقع در منطقه کوهستانی در اتیوپی به دنیا آورد. در حالی که او 4 روز درد شدیدی را تحمل می کرد، سرانجام فرزندش را مرده به دنیا آورد که باعث ایجاد فیستول زایمان در این زن شد. این یک آسیب ویرانگر بود که هنگام زایمان آسیبزا به وجود آمد. سرنوشت او را برای درمان به آدیس بابا کشند، جایی که او توسط یک جراح و پزشک ماهر استرالیایی به نام کاترین هملین تحت درمان قرار گرفت. گاش 73 ساله که همیشه خود را وامدار شانس دوم زندگیش، یعنی آشنایی با دکتر هملین می داند، با قرار گرفتن در کنار این جراح بزرگ استرالیایی توانست عمل جراحی فیستول را فرا گیرد. دکتر کاترین قبل از مرگش در 18 مارس 2020 در سن 96 سالگی تمام فنون عمل جراحی فیستول را به گاش آموخت. زنی که در تمام این سالها مربی، مادر و دوست دائمی گاش شد و به او برای نجات زنانی که زمانی به عنوان جزامیان قرن 20 یاد می شدند جراحی فیستول آموخت. در سال 1957 دکتر کاترین بیمارستان آدیس بابا را که تنها مرکز درمانی جهان برای انجام ترمیم زایمان برای زنان فقیر بود را افتتاح کرد. تا کنون بیش از 30,000 زن از سراسر جهان با گرایش های مذهبی مختلف به صورت رایگان در این بیمارستان پذیرفته شده و تحت درمان قرار گرفتند. به علت این منش و روح بزرگ خانم هملین بود که بعد از 7 ماه از سوگ مادرش، رئیس بیمارستان آدیس بابا فیستولا او را ترغیب کرد تا به کارش بازگردد. گاش در سال 1989 مدال طلای جراحی را از کالج سلطنتی جراحان لندن دریافت کرد. در سال 2018 در فهرست 100 زن منتخب بی بی سی ورلد که شامل رهبران جهان، پیشگامان صنعت و قهرمانان بود، او در رده 32 جای گرفت. گفتنی است گاش اکنون 73 سال دارد. با وجود آنکه هنوز قادر به خواندن و نوشتن نیست، به عنوان امید آینده پزشکی افریقا به شمار می‌رود.